همراه هستیم با عبدالرؤوف ملازهی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بلوچ از استکهلم. بسیار خوش آمدید آقای ملازهی. خب مقاومت و مبارزه مردم زاهدان علیه حکومت همچنان ادامه داره و به نظر میرسه اونچه که در زاهدان در 48 ساعت گذشته اتفاق افتاده یک بزنگاه مهم در ادامه مبارزات مردم علیه حکومت در کل ایران باشه. مسئله که به هر حال در نامه این 7 زن زندانی هم مورد تاکید قرار گرفته. تداوم اعتراضات در سیستان و بلوچستان رو چطور میبینید و مبارزات مردم این استان بر ادامه جنبش آزادی خواهی مردم ایران چقدر موثره؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه صبح خبر صبح. حضور داشته بیش از 100 نفر از شهدای زاهدان و همچنین 17 نفر از شهدای خاش یک آزمون بزرگ برای جنبش بود و بخصوص اعتراضات مردم زاهدان و همچنین یک چالش بسیار بزرگ برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی سعی کرده بود که در ماهای گذشته با تسلط نظامی و توان نظامی و نیرویی که داشت تمام مناطق ایران رو به نحوی تحت سیطره و کنترل در بیاره و سپس با فراغت خاطر نیروها رو از کرمان، هرمزگان، جنوب خراسان به زاهدان گسیل کنه و اونجا رو به یک حکومت نظامی تبدیل بکنه و پیش از اون سعی کرد با ملاقات با رئیس جمهوری بعضی سران رو برد و افراد رو که لباس بلوچی به تنشون داد و همچنین دیدار رهبر رو تدارک دید، هم به همین نحو با سیاهی لشکری که درست کرد و سپس کنفرانس وحدت رو که همیشه در زاهدان و تهران و جاهای دیگه برگزار کرده بود با توجه به مسائل زاهدان به چابهار منتقل کرد و بسیاری همونهایی که به دیدار رهبر رفتن از اونا خواست که به چابهار بیان تا اینکه بتواند سال روز کشتار رو تحت الشعاع قرار بده و همچنین رادان به این منطقه سفر کرد که مغز متفکر سرکوب جنبش هست و میخواست که راهکارهایی بده که نتواند زاهدان این روز رو اعتراض بکنه. ولی یک آزمون بزرگ برای جنبش بود اینکه مردم با توجه به همه این فشارهایی که وارد شد، خندقهایی که کشیدن در دور شهر، نیروهایی که آوردن، بازرسی هایی که تشکیل دادن، ممنوعیت سفر افراد رو از دور اطراف به مرکز زاهدان محدود کردن، ولی با وجود این دیدیم که مردم خطر رو پذیرفتن با وجود تیراندازی، با وجود سرکوب، با وجود اینکه نزدیک به 150 نفر دستگیر شدن، نزدیک به 50 نفر مجروح شدن و این خطرات رو پذیرفتن، ولی یاد یک سال گذشته این خاطره رو دوباره با یک سرکوبی دیگر رژیم جمهوری اسلامی رقم زد که این هم بر جنایات رژیم جمهوری اسلامی اضافه شد و این موردی نیست غیر از این که ما میتونیم بگیم که در زاهدان با توجه به اتحادی که تشکیل شد و پیمان و قسمی که مردم با همدیگه بستن، طوایف و ریش سفیدان، علما و نخبگان و جوانان و زنان، علاوه بر اون همچنان میعادگاه نماز جمعه محل حضور همه مردم زاهدان بود که توانستن این اعتراض رو به خوبی نمایش بدن و همچنین رهبری مولوی عبدالحمید که واقعا این سرکوب رو در جلوی رو میدید و فکر میکرد که هر لحظه مردم دوباره خاطر یک سال گذشته تکرار بشه، مسئله زاهدان رو، کشته ها و شهدای زاهدان رو همچنان که قبلا انجام داده بود به مسائل ملی گره زد
و گفت حل مسائل زاهدان همچنان بر جای خودش باقی است و اگر شما مسلمانید و مسئله شرعی رو میگید، اینهایی که شما کشتید آمران و عاملانش باید بیان قصاص بشن، ولی اگر شما مسائل ملی رو قبول بکنید و بیایید حرف مردم رو بشنوید و اون قابل تفسیر است، یا رفراندوم بگذارید، نمیتونید کنار برید، اون موقع هست ما این توانایی رو داریم به مردم هم بگیم که ببخشید. پس بنابراین زاهدان با توجه به فشارهای زیاد همچنان مقاوم ایستاده و با وجودی که الان هم حکومت نظامی همچنان مستقر هست و بازار اصلی زاهدان که مرکز تجاریش هست، بازار مشترک و بازار رسولی اعتصاب کردند، چابهار نوبندیان و مغازه ها رو بستند، الان افرادی در کریم آباد، شیر آباد، جام جم، کوثر و بعثت، اینها رو به اونهایی که پرونده هاشون رو دارند که فاقد شناسنامه هستند، آدرسشون رو هم میدونند، دارند میرن با اونها رو دستگیر کنند که شما شناسنامه ندارید و شما رو باز کنیم یا رد مرز میکنیم به پاکستان و افغانستان، به کجا آزار و ایزاهایی که الان در زاهدان وجود داره. ولی با وجود همه این مصیبت‌ها مردم همچنان ایستادند و این رو پیروز و پریروز ثابت. سپاسگزارم از شما. متاسفانه فرصت بیشتری نداریم آقای عبدالرؤوف ملاجهی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بلوچ از استکهلم با ما. ممنونم از شما.